به نام یاد خدا سلام خدمت شما شاگرده عزیز بیننده های نهایت گرامی امیدوارم هستم و عبادتان در قبول درگاه حق باشه قسم که شما در جریان هستن فیزیک برق ما شروع کردیم الا مقناطیس آه... که فعلا در شما هفته پیش روی مقناطیس هست انشاءالله می خوانیم در این هفته که شما بر ما در صفحه فیسبوک مسیج کردین مشکلات تانه تا جایی که شامل درس ها بود مشکلات تانه ما گرفتیم شامل درس هفته قبلی و از هفته قبلی قبلی که از بخش برق ساکین بود اما گرفتیم اما کسایی که سوالاش امروز ال نمیشه اونا کسایی هستن که شامل موضوع سوالاش نمیشه و چون سوالا از بخش موضوعی درس ما زیادتر بود اونا رو گرفتن نتونستیم اما ما کنیم در کامنت برشان او سوالا رو جواب بدیم اما سوالاتی که مربوط درس هفته گذشته ماشه اینجا ما بر نوشته کردیم از شاگردای ما که از ولایت های مختلف بر ما مسیج کردن اینجا ما چند سوال از بخش خوازن گرفتیم سوال اول احمد الله افغان که نامش در فیسبوک همی چیز بود احمد الله افغان کومنت کردن این سوال بر ما گفتن که شکلی است که از خوازن ها اتصال خوازن هاست ظرفیت مادل این امی خوازن ها رو گفته شما چکار کنین؟ پیدا کنین ظرفیت مدل این خوازنا را ما اتصال خوازنا را به دو بخش خوانده بودیم یکی موازی یکی مسلسل اتصال موازی به او اتصال گفتم ما شد که بین ار خازن یک گیره باشد حالا ببینین دینمی شکل آیا بین ار خازن یک گیره است؟ گیره ما چی نمگیم؟ نقطه ای که بیش از دو خط دو وصل شده باشد اینجا گیره است یک خط دو خط سه خط خب بین این ای دو دانه خازن یک دو گیره است این دو دانه بام دیگر به شکل چی هستند ؟ موازی هستن اتصال شد بین این ای دو دونه خازن هم یک دو گیره است خب ظرفیت مجموعی بین نقطه K و L چه قسم دریافت میشه چون ما اتصال مکمل موازی است در اتصال موازی ظرفیت معادله گفتیم کلش جمع میکنیم سی اک جمع سی دو جمع سی, سی. بین این سادگی ما شما میتونیم را حل کنیم فقط برای شاگرد ما که مشکل پیش آماده بود فقط ای بود که چطور ای اتصال مسلسل است یا موازی مسلسل نیست موازی است و دلیل چی؟ به دلیلی که در بین هر دو خازن یک دو چی وجود داره؟ گری وجود داره یک شش دو شش دوازده سه شش خیلی جوابش مایکرو فارادی شما در جریان در سای گذشته بودین که ما اگر اتصال موازی را ظرفیت مجموعیش را پیدا کنیم, کنیم. شاش و شکل به شکل جمع میکنیم شش و شش دوازده دوازده و شش ایشو سوال اول سوال دوم بر ما مرجان از مزار شریف مسیج کرده که دی دو سوال چندین دو دیگه ما شاگرد دیگه ما مسیج کرده بودن که اینا رو حل کنید که دو بخش داره یک شکل یک سوالی است یک سوالی است در سوال اول بازم از ما چی را خواسته از ما ظرفیت معادله خواسته ای از جمله اتصال خازنایی که در ترکیبش هم موازی هستن هم چی است مسلسل اینجا خود تنها کلش چی بودن موازی اینجا میم کدام خازنا مسلسل از کدام خازنا موازی سوال تشخیص بدیم اینی دو دانه خوازند چون در مسیر یک لاینی برق است بینشان گری وجود نداره این گری گفتن همشه چرا دو خط است باید بیش از دو خط باشه خیلی این دو دانه به شکل چی وصل مسلسل اینی دو دانه هم به شکل چی وصل هستند مسلسل چرا بینشان گری وجود نداره اول بینم این مسلسل ها رو مجموعه ش پیدا کنیم خیلی اگر ما ظرفیت مجموعه را به شکل مسلسل دریافت کنیم بین دو خوازند ده سرچاپا جمع کردیم یک بر چار جمع یک بر چار مساوی است به یک بر سی اصل ای دو دانه که جوابش میشه مخرج مشترک چار را بگیریم چار بالای هر کدامش یک یک دفعه دوی بر چار خب بالاخره از این دو دانه خوازن حاصلش میشه دو مایکرو فارادی از این دو دانه خوازن پیدا کردیم دو مایکرو فارادی اگر این را ما بگیرم سی یک دو دانه حاصلش اینی ای دو هم این شکل یک بر دو جمع یک بر دو چون مسلسل است مساوی به یک بر سی دو میگیره مواصله دو دانه خیلی جوابش دور مخرج مشترک بگیریم یک جمع یک دو یک بر سی دو خودش یک ای بایی ای خلاص خب بالاخره سی دو هم مساوی است به یک مایکرو فارادی خوش آگرده عزیز اینی ای دو دانه شد یکی ای دو دانه شد یکی اینجا یک دیگه هم مونده در وسط سه اینال حاصل ای دو دانه خوازن با اینی سه موازی با اصلی اینی دو دانه موازی چرا با اینشان چی وجود داره؟ گری وجود داره خیلی ظرفیت مجموعی ظرفیت ایکوال کلش جمع ماشه موازی جمع ماشه سر را سر ای دو دانه چند شد؟ یک اینه یک جمع اینجا یکی دیگه چند است؟ سه جمع اینجا حاصل ای چار و چار چند شد؟ دو خیلی مجموعاً جوابش جو یک و سه چار چار جمع دو شش مایکرو فاره این اصل جواب ما شما که در چهار جواب هست اینی است اینی شش مایکرو فارادی ظرفیت مجموعی اینمی پنج خوازند یک دو سه چار پنج اول چیکار کنیم؟ اول جایی که مسلسل بود با هم جمع کردیم به شکل سرچپه ای دو دانه به شکل سرچپه جوابش اصلی ای دو دانه با اینی سه با اینی چار موازی است چرا؟ چون بین هر کدامش یک چی وجود داره؟ گری وجود داره این سوال دوم یک جزش سوال بعدی که بازم مربوط امی ایتسال خوازناس شما را گفته چی رو پیدا کنین ظرفیت مجموعی سه جزء از مخاصه که دانه دانه هر کدومش پیدا میکنه اول ظرفیت معادل پیدا میکنه اینی دو دانه خوازن به شکل چی هستن مسلسل پلی هم دیگه قرار داره با گری وجود نداره خیلی این نوشا ما کنم چی است مسلسل اصلی دو دانه دیگه کدام جای مسلسل موازی است دو دانه حاصل دو دانه پیدا میکنیم با اینی خوازن روبرویش به شکل چی است؟ موازی چرا؟ چون بینشان چی وجود داره؟ گری وجود داره خیلی حاصل شش و سه مسلسل که باشه ظرفیتش یک بر شش جمع یک بر سه مساوی است و یک بر چند؟ سی مخرج مشترک چند بگیریم؟ مخرج مشترک میگیریم شش مخرج مشترک که شش رو بگیریم شش بالای خودش یک بالای سه چند بار دو بار مساییس به با یک بر سی خب بالاخره مخرج مشترک یک و سه تقسیم شش مساییس به با یک بر سی بالاخره سی مساوی است و دو مایکرو فارادی این دو مایکرو فارادی حاصل چی است؟ اینی شش و سه که به شکل چی وصل شده بودن؟ مسلسل اینان حاصل ای دانه که دو مایکرو فارادی شد با اینی سی یک رابطه چی داره موازی است اتصالشان موازی خیلی ایرا جوابش چه این جناب کنم براتون که سی ایرا سی دو بگیرم دو جمع دو چار مایکرو فرادی اینی سه دانه ارسش مکمل چند مایکرو فرادی شد چار مایکرو فرادی خو ای چار مایکرو فرادی با اینی چار مایکرو فرادی فعلا و شکل چی است مسلسل به که شکل براتون ساده رسم کنم اینی می شکل ای سه دانه شد این اینجا آمد و یکی دیگه هم که اینجا داشتیم ای به بیتری چند ولت وصل شده به بیتری چل ولت وصل شد این شما بگوین اینجا که چار شد چار مایکرو فارادی اینجا هم چند بود چار مایکرو فارادی اینا اردوش با هم به شکل مسلسل است یا موازی به شکل چی است مسلسل پالی هم دیگه قرار داره خیلی باز هم مایر ما و شکل چی جمع میکنیم سرچپه بالاخره ظرفیت مجموعیش یکی بر سی اکوال مساوی است و یکی بر چار جمع یکی بر در خوازن و مسلسل سرچپه موازی مستقیم انجام میشه خیلی جو مخرج مشترک بگیریم مخرج مشترک و چار و چار خود چار یکی بر سی ای هم خودش این اگر یکی بر سی ای یکی بر ظرفیت معادل بگیریم ایکوال منامته مساوی است ما یک جمع یک دو دوی بر چار خوب بالاخره سی ای طرف این واسنگ کنین سی ای مساوی با چند میشه؟ دو مایکرو فارادی کل اینمی خوازان مکمل ظرفیت مجموعی چند مایکرو فرادی شد؟ دو مایکرو فرادی یک جزی شل شد همین شکل مجموعه ظرفیت مجموعی یک دو سه چار خوازان چقدر شد؟ دو مایکرو فرادی حالا از ما شما 4 چی مجموعی را خواسته؟ جز بی حل حالی بی حل جزی بی ما شما که ظرفیت یک خوازان شاگرده عزیز پیدا کنیم سی مساوی است و چی خوانده بودیم؟ ظرفیت یک خوازن چارش درفی واحده تفاوت پوتانشال یا پوتانشال برق اگر ما این را سی ای -E بگیریم ایکوال یعنی ظرفیت مجموعی ای چارچ مجموعی میشه و هم پوتانشال مجموعی که بر ما داده قیمت شد یک طرف این واسه کنیم کنیم بخاطر که ما می خواهیم چارچ مجموعی را پیدا کنم خیلی چارچ مجموعی کی, اه, کیو Q ایکوال مساوی است با سی ایکوال یعنی ظرفیت مجموعی ظرف در تغییرات پوتانچل مجموعی خیس چارچ مجموعی چقدر میشه؟ چارچ مجموعی سیر چند پیدا کردیم مجموعی دو مایکرو فارادی ضرب در تفاوت پوتانچل برای شما چند داده؟ چل اینه چل ولت ضرب که کنین بلاخره چارچ مجموعی مساوی میشه به دو چل اشتاد مایکرو چی؟ کولم واحد چارچی است مایکرو کولم این ای دیگهش ای حال جزی ای بود ای حال جوزی ای با او هم حل جز چی؟ بی این سوال شماره چندم؟ شماره دوم که از بخش اتصال خازنه آباد بازم سوال سوم از شکل اتصال خازنه از شاگردای ما از ولایت مزار خلیل... خلیل الله جان از مزار برای ما گفته دینمی می شکل شما به طریقه حل دریافت زرفیت چی رو پیدا کنین؟ مجموعی رو پیدا کنین می بینیم که کجا خازنه مسلسل است کجا با هم دیگر چی است؟ موازی اینی دو دونه خازن با هم دیگر به چی هستند؟ مسلسل چرا پولی هم دیگر قرار دارن و اینشان گری وجود نداره اینی دو دانم به شکل چی هستن مسلسل و اینشان گری وجود نداره ای خازن سیومی که در اینجا چون گری وجود داره فعلا این باشه اول مسلسل ها رو خلاص کنیم جمعشن ای دو دانه چون مسلسل است ما اگر بخوایم اردوش یک جای کنیم مگم یکی بر سی اینی آسل اردوش یکی بر شش جمع یکی بر چند نو یکی بر سی مساوی اسبه مخرج مشترک شش و نو اجده. 18 بالای 6 مشه 3 بالای 9 مشه 2 جمع کنین یکی بر 3 مسایس به 5 بر 18 طرفین و سین کنیم یا دو طرفت چی کنه برعکس بسازیم قانون تناسب بس اصیل شما در معادلات هم خواندین اینی را اگر نوشته کنیم سی مسایس به این نوشته ما کنیم 18 بر 5 این شد از ظرفیت از این دو دانه مجموعیشان این دو دانه را مسلسل است یک سرچپه جمع میکنیم یکی بر سی مساوی است و یکی بر چار جمع یکی بر چند شش مایکروفارادی را نگیرین واحدشش مشکل نیست آخر نباشتم میکنیم یکی بر سی مساوی است و مخرج مشترک چار و شش دوازده دوازده بالای چار سه بار بالای, دو... بالای شش دو بار جمع کنین یکی بر سی مساوی است و 5 بر دوازده ایرم که شما برعکس بسازین سی مساوی است و دوازده بر چند؟ 5. خب اینال ای دو دانه حاصلش دوازده بر پنج شد ای دو دانه دیگه حاصلش چند شد؟ اجده بر پنج خب ای دوازده بر پنج ای اجده بر پنج با اینی سه به شکل چی هستن؟ موازی حاصل ای دو دانه هم با سه موازی است. حاصل ای هم سه به شکل چی است؟ موازی خیلی به شکل موازی ظرفیت مجموعی یکی بر سی ای مساوی است به به شکل موازی که بود ما به شکل چی رو جمع میکنیم سر راسته به شکل سر راسته ای حالت ما مگیم که سی ای مساوی است به اجده بر پنج جمع سی جمع چند دوازده بر پنج که اینی رو شما خلاص کنین مشه نو مایکرو فارادی پورا تقسیم است و مخرج مشترک پنج بگیرین پورا تقسیم مشه آسلش مجموع 5 خوازن جواب چند است؟ نو مایکرو فارادی این سوال سوال چندم شد؟ سوال سه از بخشی تا سوال خوازنا میم سوال چهارم بازم زهرا از مزار بر ما سوال که از درس های افتی اول است گفته که ما چارچ یک ذره است دو مایکرو کولم است و این در داخل سایه برقی 500 نیوتن بر کولم چی میکنه؟ حرکت میکنه تحجیلش اگر دو متری بر سکین مربع باشه کتلش به با چی پیدا کنین؟ کتلش به گرا... کیلوگرم پیدا کنین چند میشه ما و شما یک فرمول خوانده بودیم تجلی ذره چارج دار ای ضرب در کیو تقسیم در چی ام اگر بخوایم تعجیل یک ذره چارج دار پیدا کنیم این فرمولش ای مساوی است به ای ساحه برقی چارج کیو ای مم چی است من... چون ما کتل رو نو دارم رو با ای تعجیل جایش تعویض میکنم بالاخره ای ام که ای ام که نو ای ضرب در کیو تقسیم در چی ای الان قیمت گذاری کنیم ام کتله نامعلوم است ای سایه برقیره چقدر داریم؟ 500 نیوتن بر کولم ضرب در چارچه چه چقدر داریم؟ دو مایکرو ده و مای چند است؟ من فشش کلم تقسیم مخرج مخرج ما تجیل چند داریم؟ دو متر بر سکن مربع این تا جایی که اختصار ماشه اختصار کنیم اینی کلم با اینی چی ماشه؟ خلاص ماشه اینی دو هم با اینی دو چی ماشه؟ اختصار ماشه خب بالاخره دستورت صورت مانده ام مساوی است به دو دانه صفرش با دو دانه صفر شش خلاص ماشه منفی چند ماشه؟ منفی چار خیلی 5 زر در ده و تاان منفی چار واحدش نیوتن نیوتن چی به با وجود کیلوگرام ضرب متر بر سکن مربع تقسیم چی؟ تقسیم متر بر سکن مربع این متری بر سکن مربع با این متر بر سکن مربع چی میشه خلاص میشه جوابش میمونه 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 کیلوگرم این شد سوال شماره 4 سوال پنجم باز از بخش خازنایی که شکل مسطح است یعنی صفحه داره مساحت داره ما گفته یک خازنی است که طولش 50 سانتی متر عرضش 40 سانتی متر است بین لوحه هایش فاصله 1 سانتی متر است چارچه داده از ما پوتانچهل خواسته به خاطری که ما پو، پوتانچهل پیدا کنیم مجبور هستیم اول ظرفیت پیدا کنیم ظرفیت یک خازن مسطح یا لوحه های موازی سی مساوی است به که ضرب در اپسیلیون سفر ضرب در ای تقسیم در دی اینی فرمولی است که ما شما در افته قبلی در درس خازن ها ما شما خوانده که ضرب در اپسیلیون سفر ضرب در ای تقسیم در دی ببینیم کدام چیزایی که اینجا برای ما دهی فرمول دهی سوال معلوم است نیست قیمت گذاری میکنیم گفته بودم برتان که ثابت آیق است و زمانی که در سوال ذکر نشه و قیمت شما چند قبول میکنیم یک خیلی ثابتی که در اینجا نگفته قیمت چند است یک اپسیلون صفر هم عدد ثابت است هشت اشاری و ضرب در ده و تاون دوازده فارادی بر متر ضرب در مساحت طول ضرب عرض مساحت مستطیل طول ضرب چی است؟ عرض خی 5 4 20 2000 سانتی مربع 2000 سانتی متر مربع 50 ضرب در 40 چند باشه 2000 سانتی متر مربع 2 صفر داره 4 ضرب 5 20 تقسیم مخرج مخرج فاصله چند سانتی متر است 1 سانتی متر مساحت 50 ضرب در 50 سانتی ضرب در 40 خب این رو شما ضرب کنین 2000 سانتی متر باشه اینا اختصار ما کنه اینی سانتی متر یکش با این یک سانتی متر چی میشه خلاص خب باز هم یک کم پیش مریم سی مسایس به یک ضرب 8.85 خودش ضرب در دوتان منف 12 فارادی بر متر چون این متر است باید این 2000 سانتی متر به م... م... متر تبدیل شود 2000 سانتی متر 20 متر میشه به متر اگه تبدیل کنید مخرج این چند است یک اینی دو دونه صفر به سانتی متر خلاص میشه یعنی 2000 سانتی متر 20 متر اختصار میشه اینال اینی متر با اینی متر خلاص یک سفر از این با یک سفر از این خلاص اینجا مانف چند؟ 11 دو را ضربی 8 تشاریح 8 5 بکنیم دو ضربی 5 ده یک آسل دو ضربی 8 شانزده یک آسل داشتیم 17 بازم یک آسل دو ضربی 8 شانزده یک آسل داشتیم 17 تشاریح 7 ضرب در 10 بتانیم منفی 11 چرا منف 11؟ دو آسل ده بود اینجا یک سفر بیست با یک خلاص واحدش هم چی؟ فارادی بخی که سوال تر نوشه کنیم یک خانه دیگه ای طرف بیاره میرم ماشه یک اشاره هفت هفت زر در ده بتانه چون یک خانه شری طرف آمده ایم از تاون باز یکی کم ماشه منف ده فارادی خب از شما میره خواسته؟ نه این ظرفیت است از ما چرا خواسته؟ پوتانشل خیلی مرحله ای خلاص شد مرحله بی ما شما ظرفیت یک خوازن اگه پیدا کنیم میگیم که چار چیز اخیره شده در فی واحد پوتانشل در اینجا اگر از ما شما پوتانشل خواسته خیلی پوتانشل با ظرفیت جایش چی میکنیم؟ تویز میکنیم خیلی وی مساویس به چارش تقسیم ظرفیت اینال تقسیم کنیم ما شما چارش چه قدر داریم قیمت چند؟ اونجا برای ما گفته سه اشاری 6 زر در دو بطان منف شش کولم تقسیم مخرج ظرفیت چند پیدا کردیم؟ یک اشاری هفت هفت زر در دو بطان ده بطان منف ده فارادی این رو تقسیم کنی؟ ارچه که شد آسیلش مشه پوتانشل که اینمی خازن چی است؟ تفاوت پوتانشل که در بین قطبایش وجود داره بازم همیتو یک سوال سوال شماره رو ششم گفته یک خازن است مساحتش 200 سانتی متر مربع فاصله بین لوحه هایش 4 میلی متر چقدر است؟ تفاوت پوتانشل بین لوحه هایش 3 کیلو وات ولت شما پیدا کنین چقدر چارج دیش ذخیره شده باز هم ظرفیت خازنهای مسطح که ضرب در اپسیلیون سفر ضرب در مساحت تقسیم در چی؟ فاصله قیمت بانیم سی مسایس به با که باز هم نگفته قیمتش یک است ای ثابت است هشت اشاری ضرب در دوتان منفی دوازده فارادی بر متر ضرب در مساحت خودش دفعه مستقیم داده 200 سانتی متر مربع تقسیم فاصله چند میلیمتر است؟ چار میلیمتر چار میلیمتر واحدات چه تبدیل کنین دیگه اختصار کنین خلاص سی با مساوی است اشت به ظرفیت خازن مساوی است و اشتا شاری اشتا در ده منفی دوازده فارادی بر متر خودش زرب در 200 سانتی متر مربع رو به متر تبدیل کنیم سانتی متر مربع و ده منفی 4 متر مربع ماشه چرا؟ بخاطر که سانتی ده منفی دو زرب دو شا منف 4 تقسیم مخرج 4 میلی میلی ده چند است؟ منفی سه متر خودش مربع نمیشه چرا به خاطری که مربع نداره برای فعلا او مربع داشت اینی متر ضرب اینی متر مربع با اینی متر مربع سرعت چه میشه خلاص ماشه یک دونه صفر زی با یک صفر منفی چهار خلاص منفی سه منفی سه دیگهش با اینی منفی سه چه ماشه؟ خلاص باز مان بیست زرب در هشت اشاریه؟ هشتاد و پنج این همی سوال پیش که ما دور از زرب در چند کنیم؟ هشت اشاریه هشتاد و پنج ماشه عبده هفت زرب در ده بطان یک صفر بیست با این خلاص منفی یازده واحدش چیست؟ فارادی این ما شما ظرفیت پیدا کردیم ظرفیت پیدا کردیم این الان می خواهیم پیدا کنیم خیلی سی مسایس به کیو ای بر وی طرف این کنیم کیو مسایس به سی ظرف در وی سوال شما را چندم ششم ضرب کنین شما قیمت مانده جوابش پیدا میشه سوال هفتم بازم این همی سوال است دو سوال, است. دو سوال است که پیشتر کار کردیم ظرفیت خازنای مسطح کا ضرب در اپسیلون صفر ضرب در ای تقسیم در, در دی این یک قیمت گذاری من کنم اختصارش شما بکنیم قیمت که هست چند داده ده ضرب در اپسیلون صفر هشت اشاری در ده با چند منف دوازده فارادی بر متر ضرب در مساحت شست ضرب بیست دو شش دوازده دو دانه صفر داره دوازده ست سانتی متر مربع تقسیم مخرج یک اشاری پینچ میلی ده با چند است منف سه متر قیمت ماندیم اختصارش شما میتونین اینی سانتی متر مربع رو به متر تبدیل کنین بالاخره جوابش سی مساوی شبه هفت اشاریه دو نانو فارادی قیمت نانو از اینی ده بتان منف دو از ده بوجود به این سوال چندم شد؟ هفتم سوال هشتم نعمت الله منصوری از بغلان لیسه خاتم الانبیا برای ما گفته که سوال کتاب مکتب هم است تمرین کتاب مکتب سی شش مایکرو فارادی زرفیت پوتانشل است امرای چی خواستن انرژی ما اگر بخوایم ظرفیت یک خازن دریافت کنیم میگیم سی مساوی است حل همین سوال کیو بر وی یا پتانسیل خی اگر چارج نامعلوم باشه طرفین رو کنیم کیو مساوی میشه و سی ضرب در وی کیو مساوی است با سی چند دارین قیمتش 6 مایکرو فارادی پتانسیل چند دارین 200 قیمتش میمونیم 200 ولت ایره ضرب کی او مساوی میشه به 6 ضرب 2 12 12 دو دانه صفر داره 12 صد مایکرو خودش کولم ضرب فارادی ضرب ولت کولم اینه 12 مایکرو کولم و اگر این انرژی شو بخوایم پیدا کنیم این حل جزء ای حل جزء بی ما اگر بخوایم انرژی خازنه از جنس پتانسیل و ظرفیت دریافت کنیم یکی بر دو سی ضرب در وی مربع فرمولش که یا پیشتان باشه قیمت مانین این ال باشه سی را بر ما داده سی قیمت چنده شش وی مربع مونو قیمت وی دو سد از قیمت میمونه مربع ما کنیم جوابش میده یه شده از بخش سوالایی که از خازان ها بر ما آماده بود تا روز شنبه که انشالله بخش مقناطی سه ادامه درس ماست خدا کنه که در این بخش مشکلاتان از بخش خازان ها حل شده باشه و خصوصا بخش اتصال خازان ها که شکلایش شما زیادتر روان کرده بودین کلش یک سیستم داره اول اتصال مسلسل و موازیش تشخیص میدیم بعد از او حل مکنی. مسلسل, مسلسل سرشپج هم و موازیش هم به شکل سر راسته ای بود درس امروز ما بخیر روزتان خوش تا دیدار بعد خدایا رو نگه داد.